وقتی لاله‌زار تمام می‌شد، یعنی برخورد می‌کرد به خیابان استانبول، انگار که هنر به سیاست برخورد کرده بود. یک روزی رو در 1330 به یاد میارم که این اتفاق به صورت عینی افتاد. یعنی از توی کافه‌ها یواش یواش چهره‌های سیاسی بیرون اومدن، از توی لاله‌زار چهره‌های آشنای هنر بیرون اومدن، کسایی که در تئاتر و سینما بودن، به همه شناخته شده بودن با لباس‌های زیبا و وارد شدن و در اونجا یک راهپیمایی رو به راه انداختن. اون گروهی که از تو لاله‌زار می اومدن، از تو بستر هنر لاله‌زار می اومدن. لاله‌زار در همون سالهای اول بعد از سقوط رضا شاه، به دلیل اینکه حزب توده درست شد و حزب توده توش کسانی مثل عبدالحسین نوشین بودن و اصولا توجهش به روشنفکری فراوان بود، فعالیت‌های مختلف روشنفکری شکل گرفت که تئاترش نصیب لاله‌زار شد. بنابراین آقای نوشین یک نسلی رو تربیت کرد که الان بعد از گذشت نزدیک به 70 سال هنوز بعضی از تربیت شده های اون نسل هستند، گرچه خیلی سال خوردن، مثل انتظامی، مثل رشیدی که در کودکی اونجا بازی کرده بود، مثل خانم جاله و جاله اولوف و خیلی دیگه. در همه این سالها هم بودن چهره های معروف. همسر آقای نوشین، یعنی لورتا، که بعداً اومدش به ایران، آقای نوشین بعد از 28 مرداد دیگه به ایران برنگشت. این گروه بنیانگذار تئاتر جدی ایران شدند. ترجمه های معروف، باد به سر خانم وندرمر، کوکائین، دشمن مردم، نمایشنامه های بسیار معروف جهان آوردند. کلاس های تشکیل شد که در اون کلاس ها به صورت علمی روش های مختلف تئاتر و بازی رو آموختند. این نمایشنامه و تئاتر فقط مخصوص چپ و حزب توده نبود، طبیعتاً جناح راست هم راهش پیدا کرد. اونها هم یک تئاتر دیگه‌ای داشتن، مردمی تر بود، کمی کنسرت داشت و نمایشنامه‌های کوتاه و پیش پرده خونی ها داشت که از اونها هم چند تا چهره باقی هستن، صادق پور و بقیه. و یواش یواش این مجموعه هنر بود. لاله‌زار برای اینکه به کمرکشش برسه با سینما رکس و چند تا سینما که برای سینما ساخته شدن توسط معمارهای بعضی فرنگی و همه جاهای معتبری بودن و از هر نظر مطمئن، سالن‌های دو سه تا سالن و معتبر و نمایشنامه‌ها در قسمت جنوبی لاله‌زار و سینما از وسط‌های لاله‌زار تکرار می‌شد تا می‌رسیدیم به کوچه ملی که محل سینمای مردمی بود یا کوچه و بازار. اصولا در اون زمان وقتی میگفتن کسی از کوچه ملی آمده، یعنی از طبقه پایین شهره. کاباره ها در اونجا جمع شد و محمد کریم ارباب یه دوره رئیس این کوچه ملی شد و این مجموعه هست که بیشتر توده‌ای بودن. در این تقاطعی که گفتم در خیابان استانبول یک روزی به جماعت سیاسیون برخوردن، هنر به سیاست برخورد و بزرگترین تظاهرات زمان شکل گرفت به مناسبت مرگ استالین.